سلام دوستان، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. یه روز دیگه و یه ویدیو آموزشی دیگه بمونیم خدمت شما دوستای عزیز باشیم. عزیزان، امروز اومدیم که براتون یه سری ساختن ابزار رو توضیح بدم و آموزش بدم که باید چگونه ما ابزار رو بسازیم. عزیزان، ما دو راه داریم که میتونیم. یه راه طراحی ابزاره که باید ابزار رو طراحی کنیم روی برگه و بعد بچینیم و بسازیمش، و یه راه دیگه هم داریم عزیزان که ما الگو برداری کنیم از روی ابزارهای دیگه و اون الگو رو بذاریم روی کشو، خط کنیم و کشو رو با کمون اره یا فرز ببریم. قدیم ما یک خورده سخت‌تر بود که ما با کمون اره درست میکردیم، ولی الان وسیله‌ها مدرن‌تر شده، بهتر شده، میتونیم با فرز هم ابزار رو ببریم. الان ما این ویدیو امروزی رو که گذاشتیم در مورد همین فرزه و میخوام براتون راه و روش فرز کار کردن رو یاد بدم که باید چگونه با فرز ما ابزار رو ببریم. خب عزیزان، میریم سراغ طراحی ابزار. تخت ابزارمون رو از اول در میاریم. یه نبش میدیم. یه نیم دایره دوباره نبش.
خب عزیزای دل، ما رسیدیم به مرحله تموم شدن طراحیمون. ما طراحیمون رو انجام دادیم و این شده قابمون. این رو ما باید با قیچی تمیز و قشنگ این دندانه هاش رو ببریم و بچینیم. وقتی که چیدیم میذاریمش روی لاک. این الگو رو از روی لاک هم همون تخت گوشتی الگو برداری میکنیم و تخت گوشتی رو میبریم. دوستان حواسمون باشه وقتی که ما داریم ابزار رو درست میکنیم، از دو تا روش میتونیم ابزارمون رو درست کنیم. با لوله پلیکا هم میشه درست کنیم، با تخت گوشتی هم میتونیم درست کنیم. حتما باید قطر هر دو تاشون لوله پلیکا که هست حداقل 4 میل باشه یا 3 میل باشه، و وقتی تخت گوشتی که هست باید 4 یا 5 میل باشه که دلا نشه ابزارمون. و میریم سراغ چیدن طراحیمون. خب عزیزان مشاهده بفرمایید که الگومون داره تکمیل میشه.
خب عزیزایید، امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. عزیزان حتما یواستون باشه، یادتون باشه ویدیو رو حتما لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. عزیزای دلم، این شد آموزش امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستان نگاه کنید، حتما شما هم زمانی که دارید ابزار درست میکنید، این ابزارتون رو به همین شکل درست کنید. اینجا ها رو مشاهده بفرمایید عزیزان، که وقتی که ما ابزار درست میکنیم، سعی کنید وسط این ابزار کمی بیرونتر باشه و دو گوشه ابزارمون کمی سابیده تر باشه. وقتی که اینها کمی سابیده تر باشه، ابزارمون باعث میشه مثل یک روغن مانند روی کارمون کشیده بشه بره بالا. و وقتی که اگر اینجاهای کارمون ابزارمون نفش داشته باشه، به سختی ابزارمون صاف میشه و اصلا ما نمیتونیم ابزار رو بزنیم. و وقتی که ما داریم این رو سنباده میزنیم، یک سنباده 60 لازم داریم و یک سنباده 20 و 10. 10 برای نرم کردن دندانهای ابزارمونه، که ابزارمون با بهترین روش دندانهاش نرم بشه. و وقتی که آخر سر رسیدیم، با یک کهنه بسیار نرم ابزار رو به این شکل روی پارچه میکشیم که این دندانهاش خیلی صاف و نرم بشه. دیگه ابزارمون آماده کار میشه. الانم آماده کار است. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. شما رو به الله بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.